دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز میخوام در مورد گوشی Honor X9A باهاتون صحبت بکنم. یه گوشی میان رده است بعد از گوشی Honor X7A و X8A. امروز نوبت این گوشی رسید که نسبت به اون دوتا مدل قبلی میتونه عملکرد بهتری رو در اختیارتون قرار بده. قیمتش در زمانی که من دارم ویدیو رکورد میکنم نزدیک 12,500,000 تومان و خب خیلی ظاهر متفاوتی داره، خیلی ظریف طراحی شده که در ادامه بیشتر بهش میپردازم. یه نکته‌ای هم در مورد این گوشی وجود داره و اون اینه که توی بازار قیمتی خودش بهترین توان پردازشی ممکن رو در اختیارتون قرار نمیده. همین ابتدای ویدیو خواستم بهش اشاره بکنم که خب اگر این موضوع براتون مهمه حتما بهش توجه بکنید. این گوشی یه ورژن دیگه هم داره، Honor X9B، که امیدوارم اون رو هم به زودی توی بازار ایران ببینید. از طراحی اون شروع میکنم که به نظرم طراحی خیلی ساده و زیبا و ظریفی داره. وزن اون 176 گرمه، خیلی گوشی سبکیه و همراه ماژول دوربین بسیار متفاوت که ممکنه باب میل بعضیا باشه، ولی خب من نمیگم بهترین ماژول دوربینیه که تا الان دیدم. یه نکته هم باید بهش دقت بکنید، از هر کاوری که بخواید روی این گوشی استفاده بکنید این قسمت وسطش همینجوری میمونه، یعنی اونو اصلا نمیپوشونه اون کاور. و خب بدنه گوشی جنسش از پلاستیکه و این نکته هم باید دقت بکنید. سمت راست پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالای گوشی یه سنسور برای اندازه‌گیری نور محیط داره که کمک میکنه بتونید روشنایی صفحه نمایشتون رو خیلی خوب و دقیق تنظیم بکنید. سمت چپ هیچی. پایین گوشی یه درگاه وجود داره که همزمان میتونید از دو تا سیم کارت استفاده بکنید، پورت USB Type-C و اسپیکر مونویی که متاسفانه برای این گوشی در نظر گرفته شده. بقیه گوشی که توی این بازار قیمتی هستن اکثرا اسپیکر استریو دارن، ولی خب بلندی صدای قابل قبول رو میتونه در اختیارتون قرار بده. سنسور اصل انگوش زیر صفحه نمایش قرار گرفته، به صورت اپتیکاله و سرعت آنلاک کردن واقعا خوبی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. باتریش هم که خب 5000 میلی آمپر ساعته، میتونه شارژ دهی خوبی رو براتون به همراه داشته باشه. خیلی جالبه که تونستن توی این بدنه ظریفی که این گوشی داره یه همچین باتری با ظرفیت بالایی رو قرار بدن. توی جعبه خوشبختانه شارژر 40 واتی هم وجود داره که میتونید در عرض 1 ساعت و 50 دقیقه گوشی Honor X9A رو فول شارژ بکنید. Honor اومده و از چیپست اسنپدراگون 695 توی اون استفاده کرده که قبلتر توی گوشی‌های مثل پوکو X5 هم اونو دیده بودیم. میتونه عملکرد خوبی رو در اختیارتون قرار بده به همراه 6 یا 8 گیگابایت رم که برای انجام دادن وظایف روزانه کاملا اوکی. حتی میتونید بازی‌های مختلف مثل کال آف دیوتی رو باش بازی بکنید، ولی انتظار خیلی خنک کنندگی عجیب و غریب رو ازش نداشته باشید. بالاخره خیلی گوشی نیستش که برای این موضوع طراحی شده باشه. واقعا طراحی اون دیزاین نازک خیلی اولویت بوده برای Honor توی طراحی این گوشی، ولی گفتم از بابت عمل کردم بازی مختلف رو میتونید باهاش اجرا بکنید، مشکل خاصی رو از این بابت نداره. این گوشی به همراه اندروید 12 عرضه شده، آپدیت اندروید 13 هم برای اون اومده به همراه ماجیک او اس 7.1 که واقعا میتونه عملکرد خوبی رو در اختیارتون قرار بده. خیلی رابطه کاربری باحالی، قشنگ میشه روح هواوی رو توی این رابطه کاربری دید. اپلیکیشن های اختصاصی که برای کارهای مختلف وجود داره و کارتون رو خیلی سریعتر میتونید باهاشون پیش ببرید. به این نکته هم باید اشاره بکنم که سرویس های موبایلی گوگل روی این گوشی وجود داره و میتونید از اپلیکیشن های گوگل به راحتی روی گوشی Honor X9A استفاده بکنید. بپردازیم به صفحه نمایش این گوشی که پنل امولد 6.67 اینچی رزولوشن فول اچ دی پلاس داره. واقعا صفحه نمایش با کیفیتیه، رفرش ریت 120 هرتز داره و چرخیدن توی منوها خیلی حس خوبی رو بهتون منتقل میکنه. یه چیز ویژه که در مورد این صفحه نمایش وجود داره همین خمیده بودنشه که اشاره کردم توی این بازار قیمتی به سختی میتونید اون رو پیدا بکنید، باید برید توی لول پرچم‌دارها. از بابت کیفیت هم میتونم خیالتون راحت بکنم که تماشای محتواتون به شدت لذت بخش. خیلی رنگ‌های عمیقی رو میتونه در اختیارتون قرار بده و روشنایی اون تا 800 نیت افزایش پیدا میکنه و بنابراین خیالتون میتونه راحت باشه. جاهایی که نور محیط هم زیاده میتونید محتوایی که توی گوشی وجود داره رو به راحتی ببینید. میرسم به دوربینای این گوشی که خب دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی داره. انصافا هم میتونید عکسای خوبی رو به وسیله این دوربین ثبت بکنید. داینامیک رنج قابل قبولی در اختیارتون قرار میده، رنگ های درست، وایت بالانس درست، فوکوس سری، شارپنس قابل قبول که خب میگم در مجموع اگر در نظر بگیرید دوربین اصلی با
کیفیتی داره. از اون ور ماجرا یه دوربین اولتراواید 5 مگاپیکسلی داریم که خیلی چنگی به دل نمیزنه، به نظرم باید رزولوشنش بالاتر از این می بود و خب یه دوربین 2 مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو که اونم واقعا کیفیتش خیلی جالب نیستش، یه بافت عجیبی رو به عکسای ماکرو میده که خب بر خود منم جای سوال بود که چرا اینجوریه. دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی داره که کارتون را میندازه، اونم عکسای خیلی نرمال رو در اختیارتون قرار میده و در مورد تصویربرداری هم باید بهتون بگم که میتونید با رزولوشن فول اچ دی و سرعت 30 فریم بر ثانیه باش تصویربرداری بکنید. OIS نداره ولی خب کیفیتی که بهتون میده نسبتاً قابل قبوله. میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره. پرسیدن که آیا امکان بازی کردن کال آف دیوتی با فریم ریت اولترا وجود داره؟ نه متاسفانه. پرسیدن که چجوری باید این گوشی رو خاموش کرد؟ اینجوریه که باید پاور باتن رو یه مقدار بیشتر از حالت نرمال نگه دارید که بتونید برید توی اون منوی پاور آف و بتونید گوشی رو خاموش بکنید. پرسیدن که جنس بدنه این گوشی از چیه؟ خب یه فریم آلومینیومی داره به همراه پنل پشتی پلاستیکی، خیلی هم ساخت مقاومی داره و از این بابت میتونه خیالتون راحت باشه. خب در نهایت باید بهتون بگم که به نظر میرسه طراحی توی گوشی Honor X9A واقعا نقش پررنگی رو بازی میکنه، البته نه که توی بخشای دیگه خیلی دست و پا بسته باشه، ولی خب همون ابتدای ویدیو اشاره کردم که توی این بازار قیمتی هستن گوشیایی که میتونن توان پردازشی بهتری رو در اختیارتون قرار بدن. اگر به طراحی اون علاقمند هستید و طرفدار برند Honor هستید، خب در اون صورت میتونید یه نگاهی به این گوشی هم بندازید. حتما توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بذارید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.